یه نکته هم خیلی در بین مردم مشهور و معروف از چون بحث قرآن مطرح شد، این که وقتی که وجود مقدس امام زمان علیه السلام ظهور میکنن یک قرآن جدید میارن، آیا چنین چیزیه واقعا؟ اونهایی که این بحث تحریف رو مطرح کردن به همین روایات، شبیه همین روایات استناد کردن، در حالی که اون تأویل و توجیه داره. یعنی قرآن ناطق که امام زمان علیه السلام باشه، قرآن ناطق که علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه، او وقتی که قرآن را تفسیر می کند مثل من که تفسیر نمی کند. ما از وجود امام زمان علیه السلام الان محرومیم. اگه بخوایم تشبیه کنیم این است که ما در تعطیلی به سر می بریم، ما در شب به سر می بریم. وقتی که حضرت ظهور کنند تازه آغاز جهان است. در روایت دارد که وقتی حضرت ظهور می کند علم بشر 25 برابر بالا می رود، یعنی تا اون وقت علم بشر 2 برابر است، 25 برابر بالاتر می رود. دست مبارک را بر سر انسان ها می کشد، عقل انسان ها کامل می شود. اینا دعای بر این است که حضرت با بیانش، با نوع تفسیرش، با بیان معارفش، معرفت انسان ها بالا می برد. اون وقت ما ها می گوییم عجب چه قرآنی، چه تفسیری، نه اینکه آیات دیگری میخواند که ما اون آیات را نشنیده ایم. در واقع نوع نگاهشون به قرآن چون متفاوت، چون از منبع وحمیات و الهیمیات قطعا متفاوت از این چیزی. متفاوت از حیث عمق ها، نه از حیث عرض. حالا البته چیزی هم میگن که آیات ممکنه اون قرآنی که در محضر امام زمان هست آیاتش جابجاست از این چیزی که، این هم هست داری؟ نه، این هم قائلانی دارد که آیاتی که ایشون داره بر اساس ترتیب نزوله، یعنی اون آیاتی که اول نازل شده است اول، بعد بعدی، بعد بعدی قرار گرفته است. در حالی که عرض کردم شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظمی خویی، اون مرجع بزرگ، وقتی که وارد این بحث علوم قرآن میشه قوغا میکنه. اونجا ایشون میفرماید که چینش آیات در کنار هم به دستور خداست، به اذن خداست که این آیه رو بعد از این آیه قرار بده، این آیه رو بعد از این آیه قرار بده.